درود بر شما دوستان و همراهان کانال سرانه، لطفاً تا پایان این گزارش با ما همراه باشید. روسری رو آزاد کن، خوب برداش در روسری اشتفا نمیکنه. الان روسری رو زده رو چوب وایساده رو اون بلندی، فردا شورتش رو زنه باید بسه اون بلندی، چون تو پروژه امپریالیزمی نکتش اینه. واکنش ها به اظهارات وقیحانه وحید یامین‌پور معاون وزیر ورزش و جوانان دولت ابراهیم رئیسی و مجری سابق صدا و سیما همچنان ادامه دارد. ادعای یامین‌پور مبنی بر آنکه زنانی که امروز روسریشان را بر سر چوب میزنند فردا شورتشان را بر سر چوب خواهند زد، خشم بسیاری از کاربران ایرانی را در فضای مجازی برانگیخته. بسیاری از کاربران در واکنش به این اظهارات او را به باد فحش گرفته و گفتند اظهارات او بیشتر در مورد اعضای خانواده خودش صدق میکند. اما در این بین فردی هم درباره او دست به یک افشاگری بی سابقه زده، فردی به نام مهران فرجی که روزنامه نگار است و در روزنامه ها و خبرگزاری های مختلف داخل ایران کار کرده، افشا کرده است که زندگی وحید یامین‌پور پشت پرده تیره و تاری هم دارد و او وقتی اواسط دهه 80 خورشیدی معاون و استاد دانشکده خبر بوده، علاوه بر آنکه مدام از مسائل جنسی صحبت می کرده و به دختران دانشجو متلک جنسی می گفته، با وجود آنکه متأهل بوده با دختری ارتباط برقرار کرده. فرجی در رشته توییتی نوشته آقای وحید یامین‌پور گفته ای امروز روسری سر چوب میزنند فردا شورتشون رو. آقا وحید کیه که یادش بره وقتی با کمترین سواد شده بودی استاد و معاون دانشکده یه خبر؟ دخترها به خاطر اینکه تمام مثالهات کمر به پایین و سکسی بود گاهی وسط کلاس مجبور به ترک کلاس میشدن. فرجی در ادامه نوشته فکر کردی کسی یادش میره وقتی به یکی از دخترها وسط کلاس درس متلک جنسی انداختی و دختر گریان از کلاس بیرون رفت و همه اعتراض کردن به حرف زننده و توهین‌آمی زد؟ اون خنده های شیطانی بعد از مثال های جنسی و سکسی کسی یادش میره؟ وحید خان تو یکی از شورت حرف نزن، تو یکی نزن. فرجی در توییت بعدی نوشته چند بار دخترهای دانشکده توی راه پله برگشتن و ناگهان دیدن که تو آروم داری پشت سرشون راه میری و به حرفای دخترونشون گوش میدی. یادت نیست دخترها از اینکه کلاس با تو بردارن فراری بودن، چون کلامی و چشمی بهشون تعرض میکردی. حالا تو از شورت حرف میزنی مردک همیشه حشری؟ این روزنامه‌نگار در ادامه گفته یادت نیست مخ اون دختر ساده چشم‌آبی رو زدی و طفل معصوم رو اسیر خودت کردی؟ یادت نیست دختر نادان به خاطر تو چادری شد و بعد از چند وقت که فهمید علاوه بر زن بچه هم داری هر روز با چشم گریون میدیدمش؟ این افشاگری در حالی انجام شده که وحید یامین‌پور زمانی در برنامه خندوانه درباره عشق بیپایانش نسبت به همسرش لاف می‌زد. من چی داشتم موقع ازدواج کردن؟ من هیچی، یه قلب عاشق داشتم. واقعا؟ واقعا من شانس بزرگ زندگیم و همسر هم همشهری‌ان؟ همشهری، بله، عالی، درجه یک، همونی که می‌خواستم. می‌خوای به پیشنهاد به خانواده چیزی بگی یادگاری براشون بمونه مستقیم خطاب به خودشون؟ بهش فکر نکردم ولی میگم که زندگیم رو تو ساختی. مهران فرجی در پایان رشته توییتش وحید یامین‌پور را به افشاگری بیشتر تهدید کرده. او نوشته وحید تو حرف رو اون موقع ها حداقل میشنیدی، یادت هست که نام نگاری هامون رو به خاطر خودت و عشیرت که بعد این همه سال شاید اون بی‌آبرویی ها فراموششون شده باشه رها کن. هرچی گفتی و خوردی و بردی بسه. برادرانه بهت میگم برو. کجاشو خودت میدونی. ظاهرا مهران فرجی اطلاعات بیشتری درباره وحید یامین‌پور دارد، اما این اطلاعات را فعلا افشا نمی کند. در هر صورت همین افشاگری درباره شخصیت واقعی وحید یامین‌پور نشان میدهد او و امثال او که از صبح تا شب نگران تار مو و بدن زنان هستند، در واقع بیشتر نگران ذهن منحرف و کثیف خود هستند که با دیدن هر چیزی تحریک میشود. گفتن به شبکه قرآن افتخار کنیم، شبکه قرآن افتخار کردنی نیست دوستان من. شبکه قرآن اتفاقا یه اقدامی در راه سکولار کردن رسانه است. دیدن یه سری حوزویان و علما و بچه حزب اللهیان منتقد تلویزیونن، گفتن یه شبکه قرآن را بندازیم اونو نگاه کنید، به شبکه سه چی کار دارید؟ خوب اینجوری؟
مدیر شبکه 3 به من میگفت آقای مهندس فلانی که رئیس بزرگه چند بار به من گفته که من یامین‌پور رو آنتن نگه میدارم که دهن بچه حزب الله بسته بمونه، برنامهش اگه تاثیر بشینه اینا نقنق میکنن. البته نکات مهم دیگری هم در اظهارات منتشر شده از وحید یامین‌پور وجود دارد. رهبران نظام جمهوری اسلامی روشنه که اباحه‌گری تو حوزه اخلاقیات به معنای پایان یافتن انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی. نخست آنکه او میگوید بقای نظام جمهوری اسلامی به حفظ حجاب اجباری وابسته است و دادن آزادی در این زمینه به معنای پایان نظام است. این اظهارات یامین‌پور نشان می‌دهد که مبارزه زنان علیه حجاب اجباری مبارزه مهمی است. یامین‌پور تلویحاً اعتراف می‌کند که حکومت جمهوری اسلامی اساساً به یک اقلیت وفادار تکیه زده که به گفته او لوکوموتیو نظام هستند و برای حفظ این وفاداران باید حجاب اجباری حفظ شود. این نکته این بلاز نظری. بلاز عملی باز هم نظام جمهوری اسلامی نفع خودش رو در این نمی‌بینه که وابده اصطلاحاً. چون نظام جمهوری اسلامی می‌بینه که قطاری رو که سوارشه یه لوکوموتیو این قطار یه حلقه سخت وفادارانند که اتفاقا برای همین طرفدار نظام جمهوری اسلامی. اگه از چند تا اصل نظام جمهوری اسلامی کوتاه بیاد، آن حلقه وفاداران اولین گروهی هستند که از قطار جمهوری اسلامی پیاده میشه. وحید یامین‌پور در بخش دیگری از اظهاراتش هم میگوید در صورت آزاد شدن مسئله حجاب، مردم به دنبال خواسته های بعدیشان خواهند رفت و از حکومت خواهند خواست که به طور کامل سکولار شود. یعنی اینطور نیست که شهروندان نظام جمهوری اسلامی بعد از اینکه دیدن نظام جمهوری اسلامی تلورانس داره نسبت به مسائل اخلاقی و جنسی بگن خب پس این نظامی است که ما باهاش ادامه خواهیم داد. منتقل میشن به مرحله بعد، میگن خب پس دیگه اوریجینال سکولار شد. بر همین اساس وحید یامین‌پور نتیجه گیری میکند که حجاب و مسائل جنسی در جامعه باید یک موضوع کیفری باشد و حکومت باید با چماق مجازات قوانین مندرآوردی خودش را در این زمینه به مردم تحمیل کند تا ذهن‌های بیمار هواداران نظام در آرامش باشد. وقتی شما ور می‌داری نظارت رو و اعمال قدرت رو، یعنی حمایت کیفری نمی‌کنی از اخلاق، مواضع رسمی رو هم تغییر می‌دی، تو مولای حجاب مسائل جنسی ساده نگاه نکنن. وقتی گذشته یه نفر اومد سیر گرفت گفت که دیگه بله حجاب رو باید بذاریم کنار و برای رسانه دشمن نقش کرد، این معلوم اصلا دنبال آزادی نیست، این دنبال کار سیاسی و امنیتیه. باید چی کار باید کرد؟ پس هم باید با این مقابله کرد. دست مریضات میگن احسن در اسیستان امنیتی انتظامی که طرف اصلا رامسری نبود، مال یه استان دیگه بود، نمره ماشینش رو گرفتن. رامسریهای اصلی با سپاس از همراهی شما. لطفاً فراموش نکنید سابسکرایب کنید، برای ما کامنت بذارید و لینک ویدیوهای ما رو برای دوستانتونم ارسال کنید.